سلام خوش آمدید به دیده بان پرناز هستم این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات از جنجال ها بر سر سخنرانی حسن روحانی در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و همینطور روز جهانی محیط زیست خواهد گفت اما در ادامه این برنامه اگر کسی نظامی را نخواهد نباید بی باهمه از براندازی آن سخن بگوید جوابیه به سخنانی در برنامه پرگاه سلام های بهنود این بحث حرفایی که آقای روحانی به خصوص در مسئله محیط زیست در, در روز جهانی محیط زیست سرسدای زیادی در طول هفته به دنبال داشت سلام بله دیگه به دو دلیل آقای روحانی در هفته گذشته سیبل بود مخالفین و منقدین دولت یکی به دلیل سخنرانی که در مرقد کرد که محتوای سخنرانیش مهم نبود ولی گروهی اومدن م. و سعی کردن که مانع بشن و خود این موضوع رفت تا جایی که بالاخره طرف بین یعنی همه جناها گفتن که باید با اون آدما برخورد کرد و بعدش همین که شما میگین در روز محیط زیست خب که از روز اول شروع بکنیم قانون رو ببینیم ببینید من همین گفته باشم این اول که بعضی از روزنامه ها ترین نیستند پر محتوا نیستند ولی از جهت عکس خیلی خوب عمل میکنن اگر از من بپرسین روزان آرمان و قانون جز اینا جز روزنامه های اصلی پرتیراژ نیستند ولی عکس خیلی خوب اداره میشه توشون همین صحنه شما ببینید بیشتر روزنامه ها به خصوص روزنامه اصولگرا یه عکس ثابتی گذاشتن از آقای روحانی در حال سخنرانی هم. که همه هم, هم, مشابه همدیگه بود این رفت یه عکسی از پشت صحنه گذاشت پشت صحنه است که آقای هاشمی و آقای روحانی و به حال بداعت موضوع رو نگاه داشت موضوع هم همون بحثی است که صحبت شاید. هفته با این شروع شد بله بریم روزنامه بعد رو ببینیم کیهان رو خب که هم بعد از سخنرانی همایش محیط زیست کلید و زد اینکه که ایشون به دو تا موضوع اشاره کرد یکی محیط زیستی که شما به درست گفتید یکی هم به مسئله بحران آب با. اینها رو برد جز چیزایی که به هر حال تحریم مانع از این شده بهش برسید واقعا هم وقتی که در هفته که معلوم شدش که هلیکوپتر یا وسیله آب پاشیدن نداشتن براتون جنگل و زمینی رفتن تو راه گیر کردن دو سه ساعت و بعد میرن اون بالا معلوم میشه خالیه بشگاهشون خب اینا امکانات میخواد تحریم بوده خب امکانات به دست نیومده هواپ ما نیومده هلیکوپتر فروخته نشده به حال مقصد که این دوتا هم دیگه مربوط بود ولی کیهان اون مسئله آب رو تعبیر به آب خوردن کرد بله بریم سراغ بعدی روزنامه شهر خب روز دستگیری آقای بقایی است بنابراین روزهای مختلف نوشتن اون چیزی که پشت نوشته های همه بود اینجا بله. تو این کارتون اومده و به رو شده اینکه آقای احمد نجات هست دو نفر از دست راست و دست چپی ایشون تا حالا رفته زندان با مزه آقای رهیبی هست با اون لباس زندان ولی اجازه بدید من یه چیز دیگه ای رو اینجا برام جالب بود بگم یادتون هست که یک نازمی رو به خاطر تعرض به پسر بچه ها گرفتن و پرونده ای داشت و اینها ظاهراً حکمش اومده دو سال تبعید و دو سال در واقع ممنوعیت از تدریس و اینها و اینجا آقای نعمت احمدی حقوق این حکم رو بررسی کرده به نظر میاد که چیز عجیب برای من این بود که کسی که یه همچین کاری کرده منطقا شما فکر میکنه دیگه نباید راه پیدا کنه به سیستم آموزشی ولی دو دیگه. سال خیلی بقید. عجیبه بیشتر کسایی که انتقاد کردن اولش به این بود که چرا حکم پایینه بعد که مبحث حقوقیش باز شد معلوم شد که تجاوز صورت نگرفته به نظر پزشک قانونی و وقتی تجاوز صورت نگیره اون وقت اعدام نداره و بحث دوم همین که شما میگین پیش نه. اومد که این آسیب روحی که به این بچه ها خورده و, این و از همه مهمترین که امکان بازگشتن این به محیط آموزشی مسئله خیلی جدی با... بریم به سراغ روزنامه جوان روزنامه بعد روزامه که... جوان خب غیر از دست پل انصار الله در ژنو معتقد است که اینا دست پل دارن اونجا به خاطر اینکه اون رو گفتن به درست تر بوده این عکس رو نشان افتخار وزیر دو کارته چون روز بعد از این است که در مجلس کارت دوم به کارت زرد گرفت بر سینه هدیه بگیر جریان انحرافی اشاره هست رابطه تی... در واقع پرونده ای که مطرح بود در مورد یک وامی که داده شده و خیلی هم روشن نیست عکس بود بود پنه. یه عکسی اومد پنه. که جناب اصولگرا نپسندید که خانم هدیه ترانی نشون میداد که کنار آقای نشسته بود بله. از اینجا این موضوع همینطور چرخید و گفتگو شد و بعد رسید به اون وام دویست میلیونی و اینا حالا این داره جوان داره آز... میگه آثار که آثار خانم بله. بله میگه دلسته که دلسته این داره میگه که در حقیقت خانم تهرانی که در دوره احمدی نشاد هم چیز بود بسیار تشویق شده بود یا تحسین شده بود الان هم در این جمع نشان افتخار بله. گرفته است بله. روزنامه آخر رو ببینیم این روزنامه ایران کم کم داره چهره ام. اصلی سیاست دولت به نظرم تو همین صفحه روشن میشه گزارش اصلی داده به کالاهای به اصطلاح بنجل چینی فراوانیشون در بازار که کم کم داره کم میشه این یه مشخصه ایست دوره آقای احمدنجاد که داره میگه که دیگه به اون دوران موفق شدیم که اون به اون دوران پایان بدیم اون بالا صحبت از این است که برنامه دولت داره برای دوران عبور از تحریم این جواب همون آب خوردن میتونه تلقی بشه ام. جواب این که کیهان و بقیه میگن رئیس جمهور نباید بگه ما وضعمون خرابه ممنونم آقای بهنود به بحث صفات داخلی روزنامه ها و اینطور سایر مطبوعات میرسیم اما به تازگی در برنامه پرگار که با عنوان براندازی از تلویزیون بی بی, بی سی فارسی پخش شد یکی از مهمانان صحبتهایی هایی درباره اکبر گنجی روزنامه نگار مطرح کرد آقای گنجی که در برنامه پرگار حضور نداشت نسبت به سخنان مطرح شده به بی, بی اعتراض کرده تا لحظات دیگه انتقادات آقای اکبر گنجی از برنامه پر... پرگار رو که در ایمیلی برای ما فرستاده براتون میخونم بعد از اون نظر صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی رو در این باره میشنم عدم اقبال عمومی از براندازی یا سرنگونی نظام ایران باعث شده جریان های سیاسی معتقد به این سیاست به هاشی رانده شوند و حتی مرعوب شوند ولی اگر کسی نظامی را نخواهد نباید بیواهمه از براندازی آن سخن بگوید آقای گنجی نسبت به سخنانی که در این برنامه پرگار دربارش گفته شده اعتراض داشته متن اعتراض رو با ایمیل برای ما فرستاده که براتون میخونم متن نسبتا بلندی هست آقای گنجی نوشته بی بی سی پیوسته برام بوده که رسانه‌ای حرفه است که اخلاق رسانه‌ای و بیطرفی را رعایت میکند اما با کمال تأسف در برنامه 11 خرداد ماه پرگار تحت عنوان براندازی بدترین دروغ‌ها و تهمت‌ها علیه من بیان شد در این برنامه سه اتهام بزرگ دورک به من وارد آمد آیه گنجی نوشته گفته شد گنجی آمر شکنجه و حتی عامل شکنجه بوده و از آن مهمتر مرتکب جنایت علیه بشریت شده آقای گنجی نوشته آیا عدم توجه به معنای حقوقی جرم بزرگ جنایت علیه بشریت و تبدیل آن به دشنامی علیه مخالفان اخلاقا موجه است آیا مجری برنامه نباید این پرسش را مطرح کرد که این مفاهیم به عنوان اصطلاحات حقوقی به کار میروند یا دشنام اگر هدف معنای حقوقی این مفاهیم بود آیا نمی باید برای اتهامات درخواست سند و مدرک کرده و در صورت عدم وجود مدرک تهمت ها پس گرفته شود آن هم در جایی که متهم حضور و امکان دفاع ندارد اگر سخنان ایراد شده در ردیف سایر حتاکی های عادت شده بود نیازی به پاسخ من نبود که عرصه سیاست ما مملو است از فهاشی و کسی که از موضع روشنفکر قلمرو عمومی به تحلیل و نقد قدرت سیاسی می پردازد خود را برای این دشنام ها آماده می کند اما به روشنی پیداست که اینها فقط دشنام نبود اتهام بود اتهامی بس سنگین و ناروا که برای آن در کشوری مثل آمریکا مجازاتش می تواند اعدام باشد و در اروپا حبس ابد آقای گنجی نوشته سبب این اتهام ها هم برای من روشن است تهمتگران به غلط فکر می کنند مبارزانی که برای دموکراسی در ایران روش های غیر خشونت آمیز را تجویز می کنند صد راه آنها هستند به همین دلیل حتی وقتی ناگزیر باشند از اتهام عامر و عامل شکنجه و جنایت علیه بشریت کوتاه بیایند خواهند گفت امثال گنجی ها عامل رژیمند در واقع کسانی را که مخالف روش های خشونت آمیز مبارزه و حمله نظامی به ایران به بحانه های مختلف باشند متهم به دفاع از جمهوری اسلامی می کنند. در صورتی که مبارزه غیر خشونت آمیز محصول تجربه خونبار انقلاب ایران و رویدادهای های منطقه است. اکبر گنجی نوشته با همین حرف ها و برای بردن دموکراسی به کشورهای زیر یوق دیکتاتوری بود که خاورمیانه میانه منطقه ای کلنگی شد. افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن به روز سیاه نشستند. اگر با این وقایع مسئولانه برخورد شود و تجربه های خونباری که ده ها میلیون انسان را کشته و زخمی و آواره کرده در نظر گرفته شود آن وقت در قبال خطرات عظیمی که در اثر نابخرت های جمهوری اسلامی و اتحاد های منطقه موجودیت ایران و ایرانیان را تهدید می کند تصدیق این سخن سخت نخواهد بود که بهترین و کم ترین شیوه مبارزه برای گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر مبارزه غیر خشونت آمیز است اکبر گنجی نوشته صدها تن از معتقدان به مبارزه مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی سالها زندانی شده و زندانی هستند یکی از بزرگترین موانع کلنگی شدن ایران همین مبارزه غیر خشونت آمیز مبارزان داخل کشور به شما می رود که به رقم آنکه بسیارشان همچنان در زندان هستند خوشبختانه دارای پایگاه اجتماعی قوی بوده و هستند مخالفان این تیف می با تبلیغات مداوم ترور شخصیت و تهمت های بزرگ این سرمایه اجتماعی را بدنام ساخته و به حاشیه برانند و برباد دهند تا موانع سوریه ای شدن ایران مرتفع شود اینجاست که معنای اتهاماتی چون عامر و عامل شکنجه بودن و مرتکب جنایت علیه بشریت شدن به گنجی معلوم می شود آنان که مشی مبارزه غیر ها میز را دنبال می کنند در عمل مانع آن نبوده و نیستند که افراد یا گروه های اسلحه به دست گرفته و به عنوان گروه های پیشکام و پیشتاز با جمهوری اسلامی بجنگند تا شاید موفق شوند با کشتن و کشته شدن جامعه را به وضعیت انقلابی سوق دهند اما نمی توان در لندن و لس و ژنو و پاریس نشست و به مبارزان داخل کشور که هزینه های سنگین متقبل شدند تاخت و آنان را مقصر عدم مبارزه مسلحانه خود برای سرنگونی رژیم قلم داد کرد. اکبر گنجی در پایان آورده من فکر می کنم کمترین وظیفه اخلاقی و حقوق بشری حکم می کند که اگر بی بی سی مدارکی برای این گونه اتهام های بزرگ در دست دارد آنها را منتشر کند در غیر این صورت لازم است برای انتشار دروغها و تهمت های بزرگ به معتقدان مبارزه غیر خشونت هامیز برای گذار به دموکراسی رسما عذرخواهی کند صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی اینجا با ما صبا گنجی میگه بی, بی سی باید رسما عذرخواهی کنه پاسخ شما چیه من فکر کنم آقای گنجی حق داره در اون برنامه اشتباهی صورت گرفته بینندگان ما میدونن ما دقت بسیار زیادی میکنیم که به کسی اتهام وارد نشه بخصوص اگر اون کس در برنامه نباشه که از خودش دفاع بکنه ولی متاسفانه این مطالب پخش شد بدون اینکه آقای گنجی اونجا حضور داشته باشه و من از آقای گنجی به دلیل اینکه مطالبی علیه ایشون گفته شد و در اون برنامه حضور نداشت که از خودش دفاع بکنه عضو میخوام و خوشحالم که حالا فرصتی شد که ایشون از خودشون دفاع بکنن متشکرم صادق صبا رئیس بخش فارسی خب <متصفح> بریم سراغ کارتون های این هفته های بهنوز ببینید اگه موافقین شروع کنیم با هم موضوعی که موضوع هفته بود یعنی محیط زیست و کارتون سلمان تاهری رو ببینیم که در حقیقت یه نوع اعتراضی توش من میبینم بله درخت از اون بالا زده همه درختا زده شده و بله با زده اومده این سه تا سالم موندن نه به دلیل اینکه برنامه داشتیم جلوشون رو بگیریم نه به این دلیل که جلوشون گرفت خسته شدن بله بعدی رو ببینیم این یکی کار اشاره است به همین آتش که... ایلام بله که در اونجا خب معلوم شده است که به خاطر آدمایی بوده که رفتن اونجا برای حالا تفریح بله یا شکار یا هرچی و به طور معمول اینطوری منقل درست میکنن چای درست میکنن و اینا اونو خوب پاک نمیکنن بریم سراغ کار حسن کریمزاده این نگاهی است به اینکه مردم خیلی سرشون تو این بله موضوع جهانی است در حقیقت <تصفح> به خصوص تو این هفته خوب یه ذره بحثش هم مطرح شده بله بله, بله. بریم سراغ کارتون آخر کار احسان هم این کارتون, کارتون احسان گنجی رو به دلیل این انتخاب کردم که جایزه ای برده در یک جشنواره معتبر در ترکیه، اولتانج سلجوق مم. که می‌بینید اشاره است به آدمایی که با کتاب دیگه جست شست می‌گیرن، وگرنه بیشتر کارشون واهی با از این عینکاس که عینکم داره، عینکم بهشون میگم، باز میرم پشت اون تابلوه وای بس، باز آدمای معقول تری متفکر. خب بریم سراغ برخیزنده ها. ببینید اول ببینیم این گزارش رو که این گزارش یک صفحه‌ای جمع و جوری محسا حکمت کلا اصلا کار جالبی هست برای اینکه با جوانان خاورمیانه صحبت کرده در مورد در واقع نگاهشون و احتمالا امیدشون به صلح جالب هست که اغلب اینها میگن امیدی ندارن حالا مثلا یکیشون هم که مثلا زینون نابلوسی 26 سال فلسطین میگه من واقعا امیدوارم که کودکان و جوانان ما به زودی شاهد صلح باشن اما حداقل در دهه آینده نور امیدی برای دستیابی به آن نمیبینم این نگاه تقریبا همه و خیلی دردناک برای اینکه اغلب اینا جوانای زیر سی سال هستن اینا. اینا. و... خیلی مهم اولش نوشته مثلا نوشته اشک هم ماتم میگیرد اینجا دنیای است در جستجوی صلح و در تبوتاب جنگ بله در من به هر حال کار بسیار جالبی هست چون ها. کارهایی که کمتر دیدیم توی در واقع روزنامه های ایران ببینید حالا به عنوان انتخاب هفته این شماره اول نشریه ای که در کردستان به وجود اومده و مطالبی هم که داره ملاحظه می‌کنه راجع راهن تهران همدان سنندج هست که ظاهرا خیلی موضوع مهمی اونجا و بقیه مطالب این هفته نامه روزنامه شکل هم درباره اون کردی اسمش هم است به طوری که من که کردی ولد نیستم نمیدونم کردواریه ام. یا یه چیزی شبیه بریم سراغ روزان, روزان در رو هم روزان, روزان هم, این گزارش به نظرم جالب رسید مهدخت قویدل درست کرده گزارش است درباره یه... یه حادثه ای که کمتر دیده میشه دی... گفته میشه که این چادرایی که کنار خیابان میزنن و مثلا شهرداری گاهی اوقاد میاد میگه نه خب طبیعتا به نظر میرسه که خب کار ساده هم نیست این کار دیو یه تو خیابونای تهران یه چادرایی پیدا میشه حالا این رفته تو کرده و به اینجا میرسه که اینها کسایی هستن که یک عضوی از خانواده پدر مادر بچه به خصوص بیشترشون تو شهرستانهای دور هستن مالجهشون در تهران بوده اومدن تهران امکان اینو ندارن که برن هتلی کسی هم ندارن برن خونش بنابراین بچه رو گذاشتن بیمارستان خانم قوی دلم اولش نوشته ردیف چادرای رنگی رو که زیر درخت های سبز روز آخر بهار میبینیم اینا خوشحال نیستن چرا بعد می‌بینی که اینجا جنگل یا کنار دریا نیستش که برای پیکنیک و تفریح هم نیومدن و اینا برای این کار اومدن بله بریم سراغ بعدی شهروندم ها اینم با مزه است شهروندم به ناز مقدس هر ستا تا یادتون روزنامه روزنامه‌نویس جوان خانومنده این گزارش به ناز مقدسی درست کرده داد و ستد مرگ 15 مرگ 15 ثانیه در کف خیابون تو گزارش به طور خلاصه بخوام بهتون بگم میگه 600 هزار تومان برای یه مرگ 15 میدونید تو کسایی که خودکشی میکنن یه چیزی که خیلی برشون مهمه کوتاه مدت مدتی است که ام. اثر میکنه مثلا قرص برنج و اینا که میگن خیلی متداوله برای خودکشی و ارزونتر تر از این هم هست یه دو سه ساعتی آزار و درد وحشتناک داره اینطور که نقل میکنه البته به. ولی سیانور اینطور نیست به. و میگه که قرص سیانور به خصوص قرص سیانور واقعی پک شده چون آدم فکر میکنه که قا... 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 از کجا آره. لابات آره. یکی مثلا خیلی با مارک و سیل شده و اینا قطعا چیز داره میگه که خیلی راحت این مثل شلیک گلوله است بازارش هم پیدا کردنش به سادگی اتفاق میفته تو پشت ناس قبلا صحبت این که م... رسرسی به مواد مخدر در خیابان های تهران یا شهرهای بزرگی کشور خیلی راحته همیشه مطرح بود ولی این دیگه واقعا تازه است آمار خودکشی هم رفته بالا با. دیگه لابد باید باعت بازارش هم با. خب بریم سراغ مجلات های بینود مجله اگر موافق باشین شروع کنیم با تجارت فردا تجارت فردا همطور که میبینید توی صفحه اولش تب مارکس برای یه موضوع به آقا ج... اشاره به اینکه همه الان میخوان چپ باشن یا وانمود کنن چپ ببینید اصولا یا, چ... یا حتی راست ها هم این رجوعشون این اواخر ام. مثل خود کتاب توماس پیکتی ام. خیلی زیاد شده اون نمیگه من مارکسیستم مارکس... دیگران بهش میگن تو مارکسیست هستی ولی... این حضرت مارکس رو که تا حالا دستگم یه قرن این دستراسی ها هی اینو کشتنش و تشی جنازه درست کردن و فلان کردن بعد از چند سال دوره از یک گوشه ای از دنیا سر در آورده و این تصویر معروفی است که از مارکس وجود داره به خصوص میگن الان از پشت آن که میاد بیرون الان که در واقع جنبش های چپ در کشورهای اروپایی مثلا در بقیه یونان بقیه در, در اسپانیا همین این حزبی که اخیرا در ترکیه رای بالایی آورد حزب دموکراتیک خلق اینا همه جنبش های چپ هستند ولی این گزارش در حقیقت یه پرونده درباره تب مارکس شروع کرد از نگاه طرفدار نیست میگه این چیه که این اواخر این کتاب ها سرمایه شروع کرده دوباره تیراژ وحشتناک بده کرده و بعدم تازه خود کتاب پیکتی هم که به جسارت معروف شده واقعا در یک سال گذشته به 80 زبان دنیا ترجمه شده از جمله فارسی دو تا خود اینم هم پایش همونجاست جاست یعنی همون حرف زد بنابراین بحث خیلی جدی است که به جای پرداختن مسائل روز به نظرم تجارت فردا یواش میل میکنه به مسائل عمقی تر که همیشه میگفتیم اقتصاد ایران اینا رو کم داره بله به اما سراغ... درست نقطه مقابل اه... رو... این مجله بریم سراغ معیشت بله. این مجله کوچیک که میبینید نخستین نشریه مالی و اقتصادی خانواده است قبل هم صحبت نکردیم یک بار شما رو اولش رو نشون دادیم بله ببینید اینجا میگه که گاهی اوقات سردبیر نوشته نوشته گاهی اوقات اطراف اون افرادی رو میبینیم که لحاظ تمکن مالی فاصله زیادی با ما دارن به تعبیر پولشون رو از پالو بالا رفته بخش عجیب ماجرا اونجاست که وقتی بررسی و اینا میکنیم با کمال شگفتی به هیچ یک از شاخصا و ویژگی متداول استثنایی بودن مثل هوش بالا سخت‌کوشی ستودنی و ثبات قدم این حرفایی که به طور کلی زده میشه نیست <applause> یعنی اینا بیشتری کسایی که میبینیم به قول او در اثر یه حادثه ای در اثر یه رانتی در اثر یه ماجایس بعد این این رو داره بحث میکنه خیلی دارش... امید بخش این حرف <applause> اینا من از موقعی که میدونم از اول عمرم کتابایی در این باره بوده مقالاتی در این باره بوده حتی جوک هایی بوده مثل اون جوک معروفی که از یکی از میلیاردرهای امریکا پرسیدن چجوری پول در گفت یه سیب خریدم بعد اون سیبر رو خوب برق انداختم به جای اینکه بخورم رفتم سر کوچه فروختم به جای یه دلار یه دلار 25 سنت بعد باش دو تا سیب خریدم بعد اون دو تا سیب فروختم انقدر بعد اینا بعد این شد 50 60 و, و در این موقع خبر اومد که عمم مرده 40 میلیون دلار به من رسیده با امان رازه و این گزارش گزارش با توی این معیشت میخونیم که حالا فرصت ما کمی نمیتونیم ادامه بدیم ولی به هر حال مقصد این است که این به این موضوع خیلی وفادار به موضوع اقتصاد به زبان ساده چجوری خونه رو اداره کنیم اقتصادی که به همه بستگی داره آره اینا. اینا. بله خب میخوایم که مجله دیگه ای هم ببینیم این مجله مجله روشن هست مجله روشن هویدا و رازهای ارزانی به سلام موضوعشه خب این سوال برانگیخته میشه که هویدا رو برای چی هویدا نخست به سال طولانی مدت طول... تا الان هم رکورد آقای هویدا شکسته نشده طولانیترین کسی, کسی که رئیس دولت بوده در ایران 13 سال بوده و این 13 سال خب 13 سال طلایی است که در خاطر همه نسل قبلی مونده همه آه اون دوران میکشن اگر بر اساس دولت حرکت کنیم این سوالی پیش میاد که او نوشته نوشته در روزایی که گرونی بنزین همه رو نگران کرده که موج تورم هم برسه و اینا برخی صحبت از این میکنن کبریت پنجزاری هویدا یادشون افتاده نگاهی دقیق به کارنامه او و اینکه طولانی تاری مدت بود و در این مدتی که این جمعون قیمت کالا دست نخورد. ظاهرا این اشاره هست به یک حضور تلویزیونی آقای هویدا سنگ من اونجا چیزی اشاره چیز کرد. چیز درست یادم میاد. میگید شما یک مصاحبه تلویزیونی بود که اون تو اشاره کرد به این موضوع. البته این تنها مشخصه آقای هویدا نیست. یادتون باشه مثلا در مورد ناصرالدین شاه گفته شده که تو 50 سال قیمت نون در ایران تکون نخورد. بل. و بنابراین اینو جزو مشخصات یا آدم ها یکی از مشخصات حالا اقتصاد خیلی هم بکنه. ولی یه بحث جنبی که این موضوع داره که اینجا مطرح شده اینه که یکی از دلایلی که اون دوره تونستن یه اقتصاد خیلی خوب بدن و مردم نسبتاً رفاه پیدا کنند و اینا این بود که قیمت نفت یک بار رفت بالا. آقا دوره آقای شد. بنابراین سوال دوم این که دوره اخیر بعد جواب میدن برخورد علمی با درآمد بیشتر و برخورد غیر علمی پوپولیستی با درآمد بیشتر این بحث تو روشن به این دلیل مطرح. به اصطلاح جای مطرح شدن داره و میرسه فکر میکنید که یکی دیگه از مسائل روشن هم بگیم یا نه بله فکر میکنم بله. ببینید سعید برآبادی یه گزارشی اینجا نوشته تو بخشی که اسمش از اتاق روشن تو شماره دیگه روشن هم یادتون اشارات کردیم به این گشت و گذاری که سعید برآبادی میکنه تو جای مختلف این دفعه رفته است به گناوات بهار گرم گناباد حتما به خاطر آقای زیدا نه نه <تصفح> <تصفح> ولی درست حرف شما به خاطر اینکه وقتی این گزارش می خونید از سطر اول تا سطر آخرش انگار احمد زیدآبادی پشت صحنه است یعنی آدم وقتی که نگاه میکنه که ایشون حرف ه... صحبت میکنه راجع به جاهای دیدنی مثلا راجع به مقبره پیر راجع به قطب شهر که قطب شهر کجاست میدونید سلسله نعمت اللهی بیدخت خیلی نزدیک به گناواد و بنابراین اونجا و بعد درباره اینکه اصولا قنات بزرگترین قنات ایران در اونجاست و, و, وقتی اینجا صحبت میکنه اصولا تمام مدت سعید برابادی در راجع به توضیح میده راجع به غذای گناباد، قنات گناباد مقبره مقبره بیدخ ولی من تصور میکنم بیشتر ماها وقتی میخونیم حضور سعید احمد زیدابادی پشت این راهنمای گردشگری بهار گناباد هستش بله بریم سراغ نکته آخر شما چیزی انتخاب نکردیم؟ بلان که داریم کار آقای رجبالی رو میبینیم فرشید رجبالی میگه تو سفر کردی به سلامت و میگه تو منو کشتی خجالت ترانه معروفه دیگه ولی اون ترانه رو بله. دارن ایشون برای آقای بقایی میخونه بله آیدین سیاسری... ای این موضوعی که هفته گذشته کردم خدمتتون بود که برخورد کنن با تندروهای حتاک میخواد بگه برخورد دولت چجوریه میگه من رفتم مصاحبه کردم با یکی از این تندروهای حتاک بله بعد اونجا دیدم که دولت هم داره باش صحبت میکنه دولت میگه عزیزم گلم قشنگم کاکتوس من تون میگه چیه؟ میگه حتاکی نکن جونم میگه حتاکی میکنم دوست دارم آره میگه دوست دارم میگه حتاکی برای پوست ضرر داره از زمین میدونستی؟ میگه کرم میزنم میگه هر تو راحتی عزیزم اون میگه دولت میگه جونم میگه فکسیت میگه بابا الان فکسید ندارم بذار از سر کار برگشتم میخرم برات تند رو میگه پس کنسرت لغو کن فیلم بیار پایین سخنرانی به هم بزن دولت میگه من که زشت این کار رو بکنم بعد دادم به مردم تند رو حکاک میگه پس من انجام میدم دولت میگه به حال تصمیم با خود ولی بهتر نیست بذاری مردم راحت باشن او میگه بالاخره وقتی رأی اشتباه میدن باید فکر اینجاشم بکنن دولت میگه حرف خیلی منطقی است <applause> ممنونم آقای و ممنونم از شما که بیننده دیدبان این هفته بودید برای ما نظراتتون رو بفرستید درباره برنامه های تلویزیون رادیو و مطالب وبسایت کافیه که به BBC دیدبان توییت کنید یا میتونید به دیدبان ات بی ایمیل بزنید اگر با هشتگ بی بی پرژن برای ما توییت بکنید ما انتقادات و نظرات شما رو, رو روی توییتر میبینیم و حتما اونها رو بررسی خواهیم کرد همینطور توی فیسبوک هم میتونید از همین هشتک استفاده بکنید